جمع‌بندی روز شمار اعتراضات کارگری نیمه اول دیما اهمیت تغییر جهت اعتراضات کارگری را از جهت ارتقای میزان ثمربخشی اعتراضات و دستیابی به مطالبات کارگری نشون میده. برنامه رو با گفتار کارگری امیره جواهری ادامه میدیم. اما قبل از پخش این گفتار کلیپ کوتاهی داریم از سخنان شجاعانه حمیدرضا احمدی، نماینده کارگران شرکت هپکوی عراق در برابر گروهی از ماموران انتظامی. پاسخ نیروی انتظامی به حقوق بشر به خواسته ما اینه. زیر دو دقیقه برو با خلط، برو فودون، برو چاشموشک. یه مش کارگر گشته چند ماه سرگردونن، چند سال فقط بازیچه یه شخصی شده به نام عطاریان. آقا این که دفیسا قرسید، چرا مسئولی خودشنو زدن به کوچه علیچه؟ چرا استاندار هیچ صدا شهر میاد؟ چرا آقای استاندار خیانت کردی به مردم؟ آقای استاندار چرا آقای عطاریان گذاشتی از این شهر بره؟ چرا این بساطو درست کردی؟ اگر این بساطو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این بساطو داریم از بی‌عرضگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه. بس دیگه این سکوت، خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هم. خدا شاهده از باطومتو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین، از این زندگی کثافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی زن و بچه‌م کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه شما. حرف هیچ موقع حرف از یاد آدم نمیره، این باطومه درست میشه. متاسفم، برای دولت مردم، متاسفم برای مسئولین شهرم. همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومتو برای من نگه داشتی. شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن و بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیان نیرو انتظامی پیشگیری میکردید، بیکاری موزل همه وزارت‌های اجتماعی. آیان نیرو انتظامی جوان شهر رو کجا بره کار کنه؟ بیا تو شرکت هپکو کجا نیرو میگیره؟ امنیت چجوری میخوای برقرار کنی؟ با زور یا با تدبیر؟ تدبیر تو اینه آقای نیرو انتظامی؟ آقای عطاران یک نفره، اگه لاتید برید اونو بردارید بیارید، برای ما نمیخواد چاخوشونه بکشید. آقای نیرو انتظامی عطاران یه نفره، اما گردن کلفت مفخوره. با تو تو باید برای اونو بردارید. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. با آرزوی آزادی و بهروزی در سال جدید، در برنامه امروز پیرامون حقوقهای موفقه با هم صحبت داریم. مرور روز شمار اعتراضات کارگری اول تا 15 دی ماه امسال چند نکته مهم رو در زمینه مسائل کارگری نشون میده. در این مدت 47 خبر از اعتراضات کارگری منتشر شده که از این میان 37 خبر مستقیماً به اعتراضات کارگری در زمینه نفرداختن دستمزدها مربوط بوده. حق بازنشستگی و بازگشت به کار و کاهش حقوق و مالباختگی و بلاتکلیفی شغلی و یک مورد هم عدم افزایش مزد. مجموعه
سایر دلایل اعتراضات کارگری دوره یکم تا پونزدهم دیما بودن. در همین مدت 17 خبر کارگری هم منتشر شده که 16 مورد اون خبر یا گزارش درباره دستمزدهای معوقه در واحدهای مختلف تولیدی بوده که توشون در بازه زمانی این جمع‌بندی اعتراضات کارگری نبوده و تنها یک مورد به اخراج کار مربوط می شده. در واقع میشه بر اساس روزشمار اعتراضات کارگری گفت که دستمزدهای معوقه محور بیش از 90% مجموعه اعتراضات کارگری دو هفته اول دیما رو تشکیل میده. البته به این نکته مهم هم اشاره بشه که توالی خبرهای واحد حذف شده. مثلا الان نزدیک به 40 روزه که کارگران مجتمع کشت و صنعت مهآباد در هوای سرد زمستان دست به تجمع زدن و در این مدت خبرهای متعددی از این اقدام کارگران روز به روز منتشر شده، ولی در روز شمار کل این حرکت به عنوان یک خبر واحد در نظر گرفته شده. نکته مهم دیگه اینه که جنبند اعتراضات کارگری اول تا 15 دیما نشون میده که بست حوزه دستمزد معوق است. یعنی ندادن حقوق فقط مربوط به کارگران بخش صنعت نیست. بین بخش‌های مختلف اردوی کار این مسئله دستمزدها فراگیر شده. مثلا در همین مدت حقوق کارگران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهکلویه و بویر احمد رو هم ندادن. حقوق کارگران شرکتی شهرداری کرمان رو ندادن یا با تأخیر در واریز حقوقهای معلمان این قشر زحمتکش رو شب چله امسال شرمنده خانواده هاشون کردن. یا مثلا کارکنان بیمارستان رجایی گشتاران هم مدت ها کارانه هاشون پرداخت نشده. یعنی دستمزدهای معوقه مثل بیماری طاعون داره در درون اردوی کار ریشه میدونه و مزد و حقوق بگیران بخش های مختلف رو به گروگان میگیره. خانواده های کارگری رو در معرض فروپاشی گذاشته، ولی نیروی بازدارنده و سازمان یافته‌ای در برابر این عدم پرداخت حقوقهای معوقه وجود نداره. متاسفانه درست به جهت محکوس پیشروی سرتانوار پدیده دستمزدهای معوقه است که ما ناچاریم نتایج اعتراض کارگری به ندادن دستمزدهای معوقه رو جمع‌بندی بکنیم. رسوم اعتراض کارگری دو گرایش خیلی روشن رو در این زمینه پیش روی ما میذاره. اول اینکه با وجود طولانی تر شدن دامنه زمانی اعتراضات کارگری و خصلت زنجیره‌ای پیدا کردن خیلی از این اعتراضات مثل کشت صنعت مهآباد، همون مجتمع کشت صنعت مهآباد یا پول اکریل اصفهان، بخش مهمی از اعتراضات کارگری به دریافت دستمزدهای کامل از طرف کارگران منجر نشده. حالا آشکارا میشه دید که اعتراضات کارگری که به خاطرش دستمزدها به شکل کامل پرداخت میشه تعلیق پیدا کرده. در وسط دره بین ناکامی مطلق اعتراض و موفقیت کامل کارگران رو پدیده‌ای پر میکنه به نام علل حساب. چیزی که تعلیق پیدا کرده در خبرها خیلی روشن بازتاب داره اینه که دیگه اصولا واکنش دلگرم کننده‌ای حتی در حد وعده و وعیدهای توخالی مسئولان به یک استثناء تبدیل شده. در اکثریت موارد اعتراضات کارگری در فاصله زمانی اول تا 15 دی نسبت به اعتراضات کارگری از طرف مقامات استانداری، وزارت کار، شورای شهر یا مدیریت و کارفرما یا امام جمعه یا حتی فرمانداری در سطح شهرها واکنشی نشون داده نشده تا به امروز. یعنی هیچ مرجعی حاضر نشده به مشکلات کارگران رسیدگی بکنه. در عوض در چند مورد پرداخت دستمزدهای معوقه به صورت علل حساب صورت گرفته. یعنی کارفرما در اثر اعتراضات مستمر کارگران یه پول دستی به کارگران داده که بتونه همچنان اونا رو امیدوار نگرشون بداره و ازشون کار بکشه بدون اینکه این مزد کارگران رو پرداخت بکنه. در واقع پرداختی علل حساب داره به آرامی جای پرداخت کامل دستمزد کارگران رو میگیره. هیچ قاعده و قانونی هم
این وسط عمل نمی کنه. نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی شده. یعنی کارفرما دستمزد رو نه بر اساس قانون کار و حتی اقل دستمزد رسمی یا حتی بر اساس مفاد همون قرارداد موقت بردهدارانش با کارگر، بلکه بر اساس تنها نفع خودش و موقعیتی که توش قرار داره یا بر اساس میزان سماجد کارگران در اعتراض و میزان همراهی در میان کارگرانی که پرداخت میکنه. البته خوبه که در اینجا تاکید بشه که کارگران در مواجهه با این وضعیت با کنار گذاشتن بعضی شکل‌های کم اثرتر اعتراض، مثلا نوشتن نامه به شکل تومار و اینا به مقامات، و در عوض روی آوردن به تجمع‌های متوالی واکنش نشون دادن تا به امروز. مثلا در فاصله اول تا 15 دی 37 مورد تحسن و تجمع اعتراضی رو ما شاهدیم، ولی در روز شمار فقط به یک مورد نامه سرگشاده کارگران شهرداری لوشان خطاب به شهردار در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماهه حقوق این کارگران رو ما شاهدیم. با این حال شرط صداقت با کارگران حکم میکنه که سریع و آشکار تأکید بکنیم که تجمع‌های اعتراضی متوالی هم دیگه برای نتیجه گرفتن در امر مبارزه مطالباتی کارگران کافی نیست. روزها و هفته‌ها تجمع اگر واقعا فرصتی برای ایجاد یک تشکل مستقل صنفی و مطالباتی کارگران از جانب خود کارگران تلقی نشه و اگر واقعا اعتراض با هدف یک جنگ مطالباتی و صنفی دراز مدت جهتگیری نشه، مشابه همون وضعی رو ما شاهد میشیم که در مورد کارگران مجتمع کشت صنعت معاوات یا پروژکتیل اصفهان شاهدیم. نیروهای انتظامی به اشتباه اعتراضی کارگران پروژکتیل هجوم میارن و کارگران رو دستگیر میکنن، یا در مورد مجتمع کشت صنعت معاوات بعد از 38 روز تحسن وادارشون میکنن که چادرهاشون رو جمع بکنن و توی این هوای سرد و یخبندان معاوات همون حداقل امکان چادر رو هم برای گرم کردن خودشون نداشته باشن. از این طریق مجبور بشن از ادامه تحسن و مبارزات خودشون دست بردارن. هیچ پاسخی هم به خواسته این کارگران تا به امروز نشون ندادند و نخواهند داد. ما توی مقطعی هستیم که برای بهبود نتایج اعتراضات کارگری حتما لازم و لازم به تغییر جهتگیری اعتراضات کارگری رو بایستی روش تاکید بکنیم و پا به فشاریم. تا زمانی که کارگر اعتراض میکنه با این انتظار که امام جمعه یا استاندار یا فرموندار یا وزارت کار نماینده مجلس شورای شهر کاریش براش انجام بدن، یا کارفرما وجدانش به درد بیاد و به فکر بیپناهی و گرسنگی کارگر و خانوادش و فرزندانش بیفته، خیلی نمیشه امیدی به نتیجه مثبت برای اعتراضات کارگری و ادامه دست آوردن مطالبات خودشون داشته باشه. البته واقعیت دیگه هم اینه که برای بردن همین واقعیت تلخ و تجربی ولی ساده در بین کارگران، هم ما به یک دنیا کار و تلاش و فعالیت از جانب فعالین کارگری که لازمه استمراری مبارزات نیازمندیم. باز هم در این امر مهم با هم صحبت خواهیم داشت.